باش چونه بزن. فکر کنم صبح 70 تا از بان گرفتی، 34 تا چو دادی بابت اون مبلمان مسخره، 15 تا چو دادی بابت اون یخچال احمقانه، 20 تا چو دادی بابت اون تلویزیون و کشمرگ ما، تتمه جیبت هم که جمع کردی دادی اینو گرفتی برای آقازاده. خجالت نمیکشی این هیکل دیگه روز ما رو خراب کردی؟ بیا این 2000 تومن رو بگیر، یه ماشین دربست میگیری سریع میری خونه، مردم از کار بیکار نمیکنی. بارو بینم بفرما تو دمه در بدا پارسا مفتش یا خیاط صد تومن بدی نوکرتم بابته یه چیزایی برات آوردم کف کنی من از تو سوزنم نمیخرم حالا یه نگاهش بنداز تو رو جون مادرت درش نیار به به آفتابه ناصرالدین شاه خودش بهت گفته؟ نه بابا امضا داره نگاه امضا ناصر خان گوش کن اگه خود ناصرالدین شاه باید میواد اینجا توفیر نمیکرد من از تو هیچی نمیخرم اینو چی میگی؟ اصل اصله اینم مال ناصرالدین شاهه؟ از اونجا معلومه؟ اینو ببین خدا تا ترانه توشه دنیا کجا میره تو کجا میری اینجوری بهت بگم پسر هر جا که اسمته اخفیف مالخرا و لعن و نفرین دوزا پای سرته مگه من چمه؟ چیزیت نیست فقط نحسی خب ای چی که بهتره؟ آخه بی انصاف آفتاب دوزی از توالت عمومی نمیگی مردم که میرن تو چه نفرینی بارد میکنن؟ اینم شد دوزی؟ خب آخه این کار نیستی آبروی صنف هم میبری؟ باریکلا برو دنبال یه شغل دیگه سلام بر والده محترمه مکرمه تابوس شیر جیان مادری مهربان همسری فداکار خواهری خدوم عمه صدیق باز اعلامیه کدوم مرده ای را عبر کردی بیا سر اینو بگیر چشم نوکر ننه صرف بگیر از دستت نیفتیم باشه آوردی؟ ها؟ پول چی؟ میگم پول آوردی؟ آه تو راهه قدم آب داره ماشالله اونی که تو راهه غیرت توی که هیچ وقت نمیرسه ول کن حرفا رو فیلم جدید چی داری؟ فیلم جدید؟ آبجی فیروزه بازم زایید تمام رنگی دالبی ساران امشب و همه شب گندت بزنم نجسش کردی سلاتون میگرفتم تو را نمیزاییدم بیتر بود چشما کردی قابل سکسه کرد 90 سالش بود ننه یه ساله بودی خالت خفه شد و مرد مش بادم ریخ و دهنش ولی تو حلقه که ردی به این داره سقف خونه یا آقا رحمان چی؟ حتما جنگ ویتنام از نحسی ما بوده دیگه بیچاره دخترم
دلش به چیه شما دوتا خوش باشه؟ اونم پیش اون فک و فامیل ریچارد گوی شوهرش. خانوم محترم، تخم ترکه شوهر قبلی شما رو من و پسرم نباید خرجشو بدین. اون بابای گردن کلوفت کدوم گوریه؟ شما برو فیلم تو ببین. برو بینیم با ننه جون مادرت کتابیا، شاید آبجی فیروزه و آقا کمال بخوان یه گردان بچه درست کنن، ما باید فوششو بخوریم. بابا ما سالی به دوازدهم هر وقت آبجی فیروزه رو دیدیم یا بچه تو بغلش بوده یا حامله بوده. دکتر زایمونی یا خرجشونو میدی؟ سر اون پنجتا علنگو براش خریدی که حالا داری اولدرم بولدرم میکنی؟ رها کنین سنتهای دست و پاگی رو. من این حرف حالیم نیست، اون دختر همه امیدش به منه. ای خدا، آخه من چه جوری با دست خالی برم خونه؟ ای خدا. چشم چشم چشم، فقط سر جدت فیلم هندی را ننداز، تا فردا صبح جورش میکنم. فردا روز سومشه، یه کاری بکن که روز پیش فامیل شوهرش سر بلند بشه. خیالت راحت، با پول برمیگردم. رفتن نبود مردی، عشق هست که برگردی. فیلم عشقی یادت نره. نفهمیدیم این زمان بسه چی گفت؟ هرچی فهمید ما رو هم روشن کنه. میگه فیروسیزه داره میاد، خاک بر اون سر دو شد بجام میگه اوزا خیته. یا جدا آقایون لاتا، برن تو کارت تیرید به فرنگی جمعش کن. ناصر مطلش نگاه یه باری که تکرار کن. سلام بر دوستان عزیز. ایز ای بال درست بنویسی گرم فردا میخوای تجدید بری مامانت بیاد پاشته خونه اون ریبر بگه بچه هم تجدید و تجدید شد. بله. This is a blackboard. This is a TV. تکرار کن یه با دیگه. درست بنویسی. آفرین آفرین بخون. درست بنویس فردا تجدید بیاری. یکی از زیر، یکی از رو، یکی در میکنی. نگفتم ناصر. گفته بودی آقا زبیا. کیشی همون. آقا، یه مورد عدیف کردم تو، بیسته بیسته. توی محل خلوه، خونه خالی، بگو عروسک، هلو، آه، بپر تو جلو، نه سگ داره، نه دزگیر، کلون تدی، چهار تا خیابون اون برتر، چه مرگتونه؟ یهو همه تو به هم دیگه خورسک گرفتین، خفه خون میگیرین، دل بدین، ببینین چی دارم میگم، چیه؟ ایوه، حالا این عروسک که میگی، آدرسش کجا ها؟ شرمنده اخلاق ورزشی تا. چند دقیقه پیش اجارش دادن رفت. خیر بگذاره ناصر. جوجه تیغی و بچه هاشم دیشب گرفتن، عکسشون هم انداختن. ای بابا چی باش بوده؟ چیزی نبوده، 400-500 تا ضبط ماشین بود و یکم مخلفات. مخلص آزبی هم هستی. خب خب به جمالت گفتم اگه یه موقع کاری چیزی بود ما رو بی خبر نذار، همه جوره در خدمتیم. هیچ قفلینی که به دست من باز نشه. ایتالیایی، آلمانی، سوئیسی، چینی که خوراکه. نیستم پوترکم، میبینی که رفتم دنبال کار خانواده کی. بله بری واسه مامان بچه ها میبافی. ای بابا جلال یاکوزام رفته. میگم 16، چرا به تو میگم 13؟ نحسه تا
حالا 30 تا دزد و 7-8 تا ملخر رو روونه هتل کرده. پیری اینا رو هم تو روزنامه نوشته. دست دیده اینو میگی چطور شد؟ یک دو سه خواهره دیگه سه تا همون رفتیم بالا دیگه سر کار اینجا که از چی به منم خالی تره ناصر آقا زبی هیچ نیست خونه خالیه بگه اون بر چشمونو کور کردی ببخشید بابا من با تو نیستم میگم بگه اون بر بر شیطون لعنت تو دیگه اینجا چی کار میکنی من؟ من هیچی من داشتم اینجا راحت میشدم گفتم بیام تو ببینیم چه خبره زود باشید الان نسیش ما رو میگیره و پلیس میگیره اینجا هممونو میگیره در بیم تو واقعا چی ببین این چرا قوه یه امشب به ما قرض داده کار ما را بیفته خداخون ساعت تو من بیارزه سیر روز در شب ستاره شناسی میریم منجم بی ستاره
فیلم یادت نره، عشقی عاطفی سراسر زد و خورد. خدا به خیر کنه تو دوزی فرش. زبونه تو گاز بگی؟ مال آب جیمه؟ دستش تنگ بود گفت ببر برام بفروش. به درد من نمیخوره. 200 تومن بده قال قضیه رو بگیر. 200 تومن؟ بازار فرش رو میخوای بفروشی؟ این خرسک خیلی که بیارزه. 100 تومن. یک قرون هم دیگه پایین نمی. صد تومنه ننه، 100 تا 1000 تومنه. خور که نیستم، دارم میبینم. من که نمیفهم تو چی میگه. کلان تربیه ترچه میخوام اینه میزم اون بسته چی میگه؟ میگه دیشب زبی بر بچه هاشو گرفتن. این تو که چیزی ننوشته. میگه هنوز خبرش به روزنامه نرسیده، فردا صبح چاپ میشه. 12 الان با فیلت میتونی کیش بدی دیگه. تو چرا کیش نمیدی با فیلنو؟ 41 با وزیرم بودی؟ الان با وزیر میتونی؟ ناز 60 به اینا میگن دوست. شبانه رفتم تو موزه یه فرش عتیقه رو هاپولی کردن و ده برا که رفتی؟ تا صبح هم هیچ کی نفهمیده. ایول داره کارشون میکنه. حالا کار کی بوده؟ کار بچه ها اینجا نیست. این کار سواد میخواد. خوشم اومد. نشون دادن تو دوز جماعت هم آدم سایه پیدا میشه. دمشون گرد. خیرشو بده. چه مرگه ته روز نامه رو خواهی کرده من؟ خواهی کرده من؟ باز که تو سر کلت اونجا پیدا شد بچه چی کار داری؟ باز من چی کار داری میکنی؟ فیروز که میشه مرگته؟ بگید تحبیله سرتی میشه کرد چی اومدی؟ چه غلطی داری میکنی؟ چی کار داری؟ بیده سرده اونو بیده سرده بیده سرده دارم از دیدنم لحظه پا عذاب آدم توف بگور هرچی دوزده بیغیرد مگه اینجا پیدا نشه فیروز؟ درختی تو زمینه فیروزه آسمون، گلاشو باد آروم آروم برده بود بالا. اونجا اونجا رو نگاه کن. کجا؟ اون بالا رو میگم، اون گلای قرمز همچین ملوس. الهی ببخشید. نگاه کن نگاه کن، اون قرمز میبینی؟ ریز. آره خب اون که گلش صورتیه. قرمز؟ نه، شما اگه خوب دقت بکنید میبینید دقیقا صورتیه. کور رنگی داری؟ فرق بین صورتی و قرمز رو نمیفهمی؟ واسه همونی که شما میگید قرمز چه فرق میکنه؟
خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. بله. ببخشید سرکار خانم محترم، این قالیچه باغ بهشت چند رقمیه؟ همه رقم، همه رقم، من دیوونشم. نه منظورم اینه که بالاخره قیمتش چنده. قیمت باغ بهشت قیمت نداره. همچی باید با دلت بیای سراغش. اون که بله، ولی خب بالاخره مزن بازاری فی قیمتی داره دیگه. نه شما یه عاشق. خجالت بکش آقای محترم، خجالت بکش. سرکار خانم محترم، سوء تفاهم شده، شما یه لحظه من اجازه بدید، معذرت میخوام. ببینید من منظورم عاشق فرش بود، من عاشق فرشم، من هر وقت میام این موزه با همه دلم میام. من 2 ساله هر روز اینجا، شما رو تا حالا ندیدم. خب به خاطر اینکه شما همیشه همه ی حواستون به باغ بهشت بوده و من هر وقت شما رو میدیدم، میدیدم که شما فقط و فقط دارید با اون حال میکنید. پس شما دیدین آقا، دیدین من چقدر زحمت کشیدم. من چشامو، تمام نوک این انگشتامو گذاشتم روی این فرش. بله بله دیدم شما واقعا زحمت کشیدید. خب بر چی؟ به خاطر پایان نامم. این پایان نامه من بافت دوباره این فرش بود. 2 سال تمام خدا شاهده من چه زحمت ها کشیدم. از جون و دلم من برای این فرش مایه گذاشتم. همین هفته پیشم تموم شد دیگه به خیر خوشی. تا اینکه سر و کله این دزدای نامرد بی همه چیز نمیدونم از کجا پیدا شد، همه چی رو ریخت به هم. ببخشید خانم، بالاخره به بنده نگفتید که این فرش باغ بهشت چند رقمیه، یعنی قیمتش چنده. آقا شما سواد دارین؟ بله من لیسانسیم، لیسانس اورولوژی. بسیار عالی، شما تشریف ببرین قسمت انتشارات، اونجا بروشور موزه رو بگیرید، جواب تمام سوالاتون هست. تمام؟ بله فقط یه سوال دیگه. بفرمایید. شما دماغتون رو عمل کردین؟ منظوری نداشتم، همینجوری گفتم یه سوالی پرسیده باشم. قیمت ها چون نوشته؟ ببخشید معذرت میخوام یه لحظه. ببخشید خانم، توی این بروشورا همه چی قید شده الا اون مسئله اساسی، یعنی قیمت تو اینا ذکر نشده. آقای محترم، مگه میشه روی فرهنگ قیمت گذاشت؟ نه. مگه میشه روی تاریخ یک مملکت قیمت گذاشت؟ خب نه. خب اینا کار آدمای بی فرهنگه که میخوان همه چیز این دنیا رو به پول تبدیل کنن. بله. خب این دوزا کیان؟ این دوزا همون کسایی هستن که رو ستونهای تخت جمشید میان یادگاری می نویسن. آقا سر سرباز هخامنشی رو هم فروختن. اونم فروختن؟ آدم فروشا چند؟ ببخشید شما مطمئنید که دماغتون رو عمل نکردین؟ فرش یکی از مهمترین جلوه های فرهنگ و تمدن ایرانی است. فرش های نفیس ایرانی در موزه های جهانی روایتگر شکوفایی و زیبایی شناسی عمیق ایرانیان است. زیبایی شناسی کیلوی چند؟ قیمت بده داداش. زیبایی فرش دستباف ایران مدیون طرح و نقشه دلنگیز آمیخته به رنگ های جذاب آن است. ولمون کن داداش، چند رقمیه بابا؟ پر بیرا نمیدنم، خیلی باحاله.
یه خونه تو دربن، پایینش یه مغازه، دل و جگر و قلبه و کمک، حلال مفصل شبا چه قل قله ای بشه. یه تلویزیون 70 اینچ واسه بابا غلام با 1000 تا DVD عشقی و عاطفی و اکشن حال کنه پیرونم. من طاووس اون که دیگه جای خود داره، یه سفر معشد یا نه کربلا نوکرت هم ننه. به خودم چی؟ ای پدر سوخته. مرد حسابی با 100 تومن را افتادی اومدی در خونه آبروزی را بندازی؟ کی صحبت پولو کرد؟ مرد حساب اینجا داشتم رد میشدم، دلم هواتو کرده بود، گفتم بیای با هم بریم یه نهاری بخوریم. من اشتها ندارم. نه عصبانی نشو، 4 قدم را بری اشتهات وا میشه، مگه این که بخوای تک خوری کنی. منظور؟ منظور مال خاله زنکاست. مقصد کلام این که شهر کوچیک خبرها زود پخش میشه، اونم خبرهای فرهنگی. ببین فیروز، بریم سر اصل مطلب. فرش از تو، فروشش از من، 50-50 خوبه؟ سردید نکنه. صاحب مال تویی، تو اسم میذار من صدا کنم. میفروشیمش 90 تومن. باقش مال تو، برو زندگی کن. چیه؟ ذوق مرگ شدی؟ این اسم شراکته؟ میخوام نمیخورم. اون که نوش جونه، اما 60 چه؟ 80-20. 70-30. تضمین. تضمینی چی؟ بالاخره هر قرار دادی باید یه بیونه این وسطش رد و بدل بشه، وگر من میرم با یکی دیگه شریک میشم. آره درک زرر. اون 100 تومنی که ازم گرفتی همون بیونه. دستت هم درد نکنه، تو اهل معامله نیستی. خدا بشین بشین، قضا تو خود چه زود قهر میکنی. اینجوری نبود که بشین. آره بابا. آها سلام. جمع سالتون رو گرفتین؟ بله، خیلی هم متشکرم. اتفاقا راهنمایی شما بسیار مفید فایده هم واقع شد. فقط یه سوال کوچیک دیگه داشتم. آقای محترم اورولوژی، من دماغمو عمل نکردم. بعدش هم آقا، اون چیزی که توی زندگی یک زن و مرد به نظر من اصلی واقعا این چیزا نیست، از صداقت آقا. همین. نه 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 نه، آخه اصلا سوال من این نیست، سوال من یه سوال فرهنگیه. خیلی خوب بفرمایید. بله ببینید، فرشی با قدمت 120 یا 125 سال با نقشه درختی و گره شمارت 70 رج با زمینه فیروزه‌ای در ابعادی معادل 1.20 × 2.13 سانتی‌متر. بله همین. الان مزن بازارش چقدره؟ یعنی الان چند رقمیه به نظرتون؟ ببینم این فرشی که شما میگین باغ بهش نیست؟ باغ بهش؟ نه. ولی خب یه چیز تو همون مایه هست، خیلی شبیه، مال یکی از همین بچه های پایینه. خب
به نظر من بهتره به این بچه‌های پایینتون بگید که بهترین کار اینه که فرش رو به موزه اهدا کنن. نه، فروشنده نیست اصلا، یعنی فروشنده فرهنگ نیست، همینجوری حال کرده بدون فرهنگ تو خونه‌اش چند رقمیه. آها آها، متوجه شدم. ببینید از نظر من مادیات اصلا تو زندگی اهمیتی نداره، اون چیزی که مهمه محبته، عاطفه است که واقعا اصلا قیمت گذاشتنی نیست. بله اما همون لحظه. بله خب ببخشید نگفتید این کالای فرهنگی رفیق ما چنده؟ بابا بی خیال دیگه، شما هی گیر دادی چند رقم هر رقم. من چه میدونم آقا، زیاد، شاید مثلا یه میلیارد. بعد یه میلیارد چند رقمیه؟ یعنی چند تا صفر داره یه میلیارد؟ چند تا؟ من فکر میکنم که مثلا نه تا، بعد با یه دونه یک میشه 10 تا، یعنی 10 رقمی. حالا خب که چی؟ چی شو؟ بله؟ الو؟ الو؟ الو، فیروز کدوم گوری هستی؟ الو مستر یعقوب، ببخشید. چه خبر؟ مثل آدم حفظم میدم چی میگی؟ گفتم کدوم گوری هستی؟ من الان موزه هستم برای رسیدگی به یه سری امور فرهنگی. این امورات فرهنگی بخوره تو اون سرت، پاشو بیا مشتری پیدا کردم. جدی میگی؟ ببین عزیزم، من الان که اصلا حوصله بیزنس ندارم. صدای کدوم ننه مرده‌ای داری قپی میای؟ میگم مشتری ردیف کردم، پاشو بیا، تلف طالب فرشه، برای بعد از ظهر قرار گذاشتیم، بیا تا تندور داغه بشستونیم، حرف مفتم نزن. باش خدا مرسونم. باش عزیزم، اوکی، پس تا بعد، میبینمت، بای. میبینید اصلا نمیذارن 2 دقیقه آدم به عشقش برسه. بابا چرا شما خانم همه چی به خودت میگیری؟ خیلی خوش اومدین قربان. بفرمایید که چای تازه دمه. بفرمایید. زحمتتون شد. خواهش میکنم، چه زحمتی. شما افتادین تو زحمت. خیلی لطف کردید. خب بریم سر اصل مطلب. ریش و قیچی دست خودتونه. بفرمایید. فرمایش میکنین ها. بزرگی گفتن، کوچیکی گفتن، ما در خدمتیم. شما بفرمایید. اختیار دارین. اتفاقا من اونقدر جذب رفتار و شخصیت و منش شما شدم که اصلا زبون تو ای بابا چرا انقدر تعارفتی که پاره میکنید واسه هم دیگه؟ اصلا من خودم میرم سر اصل مطلب. شما اگه میشه صحبت نکنید. بفهم بزا حرفشو بزنه. زمونه جووناست. عرض میکنم خدمتتون 1 میلیارد که میشه 10 رقمی. یورو یا دلار؟ خب همون دلار. نه اولا، البته یورو باشه بهتره، شما که وضع بازار رو بهتر از ما میدونید. بله، کی که از وضع بازار بی خبر باشه؟ این که باتری نداره، یه قلمی بنداز توش ببینیم چقدر میشه. ماشین حساب نمیخواد بشین اینجا. نگران اونش نباش، اونقدری هست که هفت پشت فک و فامیلت باش حال کنن. فرش اینجاست؟ اول پول نقد. خب ترابل باشه بهتره، نکه جا کمتر میگیره. آفرین پسر. نه پسر باهوشی هستی.
تازه داره ازت خوشم میاد. شیطون بابا یه وقت تراولا رو گم نکنی. چرا شوخی خرکی میکنی؟ چرا چی میکنی؟ های افتار دوزای دوزاری فکر کردیم با کی طرفی؟ اگه شما دوتا نخاله این دوتا قاشق نشسته نپریدی بودیم وسط اون فرش اون برای بود. آقا جون چرا اینجوری میگه؟ کشت بچه مردم رو، دردش میاد نکن. آخ تو سرت کنم تو رو چه به میلیارد. فرش کجاست؟ فرش؟ من خام شدم، گول خوردم، یعنی این منو گول زد. گفتش 10,000 تومان هم بهت میدم بیا اینجا بگو من فرش دست منه، وگرنه من اصلا به عمرم رنگ فرشم ندیدم. این منو خام کرده، این منو گول زده. چرا دروغ میگی قورباغه؟ من فرشم کجا بود؟ من اصلا ندیدم. آقا گول قیافه اینو نخورید، این قیافش مظلومه، وگرنه یک جنس خرابی داره. فرشی همینجا یه گلگوشه قایم کرده، بزنی تو دهنش میگه همه رو بزن. تو زمان عزیزتون داره دروغ سرم میکنه، من ندیدم. آقای رعنازه خوب بگرد، عجب دروغی یه جایی قایم میکنه به عقل جن نمیرسه. توف دروغت بچه چرا دروغ میگه؟ آی 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 ویلکومه کن جان آقا. آی 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 بابا دروغ داره میگه پسر نده بشنه. نظر این دره از حلقومتون میکشم بیرون. فرش کو؟ فرشم کو؟ فرش من کو؟ ننه؟ ننه؟ ننه کجایی؟ داد نزن رفت. فرش؟ فرش من کجاست آقا؟ غلام فرش تو؟ شک میکنم پس هستم. بیخیار شو آقا غلام، ننه کجاست؟ رفت خونه فیروزه جونش. دختر یکیه دونه اون مرتجه گردن کلو تلسکوپ تو رو هم با خودش برد. یا خدا خانم آبچی فیروزه، خدای خودت بخیر بگذار. اگه دختر لغات بارت کرد با پرسی دست بزن تو دهنش خون بالا بیاره. بابا این گردن کلوفته. ننه کجاست؟ مامان، همون دیگه با مامان کار داری، وگرنه من که آدم نیستم که بیای حال منو بپرسی. چطوری فیروزه؟ خوبه. کمال چطوره؟ خوبه. خوبه. بچه چطوره؟ کدومشون؟ همین آخریه تهیه. وای داداش جیگر رو میگی، الهی قربونش بره مادرش، نمیدونه خدا بهم چی داده که قرص ما چشای رنگی صورتی که گله نمکه بچه به خودم برده. آره. روز 100 تا فهم واسش اسفندود میکنم، خیلی مهم. کمالم هر روز صبح که میره بیرون واسش صدقه میذاره کنارا. با وجود این دیروز منم بچه رو دیدم رفتن، بچه من از اون موقع تالنده شکمش روون شده. ای بابا ننه کجاست؟ چه خبرت؟ صدا تو گرفتی رو سرت بچه بیدار شد یواش. یه بر گم نشو. ننه 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 تابوس کو؟ علیکی سلام. سلام. کو چی؟ کو فرش؟
فرش کو. اگه فرشش نکن میشنوه بچم ناراحت میشه. ایره خب فرش کجاست؟ گفتم اون فرش تو چشم روشنی فرستادی واسه جگر. انقدر خوشحال شد که نگو. جگر؟ من به گور بابام خندیدم. فرش کجاست؟ ای تو اتاق بچه. بچه؟ آه. این چیه؟ این بهش میاری ما اون امش باشه؟ من چه میدونم، حتما رشدش خوب بوده. مگه شما نگفتید این 3 روز زایده؟ حالا من یه چیزی گفتم، خواهرت یه ماه و نیمه زایده، تو اصلا خبر داری؟ آقدایی رو باش به تو اون روح کمال سگ. چه غلطی داری میکنی تو؟ گریه این بچه رو چون داری؟ بجا چیزی نیست، کار خرابی کرده عزیزی مامان. شما ها لون بستی، بگی بینم بیا، بگی اینو قشنگ بودو باری کلا نه اندازی. بابا دای فیروز اومده. چی؟ ماشینیه؟ ماشینی کدومه؟ دست باف اصله. فرش دیگه نه؟ خب آره. از کجا خریدی؟ از بازار. آه کدوم بازار؟ بازار ماهی فروشا. سوالایی میپرسی مرد حسابی؟ خب فرش از کجا میگیرم؟ از بازار فرش فروشا دیگه. ماخ چند خریدی؟ ناقابله. حدودش هم میتونی بگی؟ دایی جان اینقدر از روی این فرش ندایین، اینقدر از روی این فرش ندایین، جیگر لیه میشه. نازتون میرم، نازتون میرم. خانم مردیم از گشنگی. بده اون الیو بده به من، بده نره سراغ جیگر، بدو برو بغل بابا. مامان اون برنجا رو روش از اون روغن زرده بده. با بچه هم چی کار داریه؟ خب برزه یه دفعه رو سر بچه جمع از اون بر برو. بیا زیاد برنج نپختیم بخور. حالا تو اگه خورش نهیری نمیشه نه باز علایه خواهد تو سرت بچه رو باز چی میزنی؟ حالا ریختم که ریخ فردای سرش بی مادم کنار بیمارم نه سرش اگه میرختی فرشی نه بچه هم که چیزش نشد نه خیلی وای اینجا چرا اینجوری شده؟ چیزی نه این بچه باید خورش بیاره یکم ریختیه یه قرص چیزی بده به این بچه بابا این باز دوباره کار خرابی کرد تو چه فکری آقا کمال؟ تو این فکرم که این داداشه چقدر خنگه این چیه بهش دارده قد کفی دست اقلا یه ماشینیشو میورد که به درد اون بخوره اون خنگ نیست شما ساده یعنی چی؟ یعنی اینکه یه کاسه زیر نیم کاسه است من این شازه آقا غلامو خوب میشناسم 5 تا شکم زاییدم تو سومیش داشتم تا پای مردن میرفتم اومد به من سر بزنه نه چی شد که سر این شیشم یه دفعه آبچیش براش عزیز شد؟ یه ککی به کلاش هست تو سب کن من سرک کارش در میارم فیروز بیا دیگه صبح شد چون انقدر داد میزنی؟ آه چیه؟ بیا بریم دیگه من امشب اینجا میمونم شما برو یعنی چی من میمونم؟ یعنی چی نداره؟ بعد یه هم میخواییم پیش آبچیمونو بچه هاش بمونیم بعد وقت میگه چرا به فکر فیروزه نیستی؟ ببینم مامان این ساعت شب تنها باید بره خونه واسه چی تنها؟ پنج شوهر گردن کلفته چی کار است؟
صبح تا شب غریبه ها رو این ور اونور میکنه، یه شب هم مادر زنش رو برسونه. آکم رو چکرید. فیروزه، مگه این بچه غیر از شیر چیز دیگه هم میخوره؟ من چه خاکی تو سرم بکنم، این چجوری پاکش کنم؟ چرا کلا منو گذاشتی سره؟ کجا با این عجله؟ نهار میموندی؟ برمیگردم. فیروزه خانم چیه؟ فرشو خوش کرد، یه چیزایی هم گفت، یه بار تو سر خودش زد، بعدم با عجله رفت بیرون. رفت؟ فرشه سر سر همین فرشه هسته که این را بره به خاطرش ترش میکنه. کمال، را میفتی میره دنبالش یواشکی یا نفر؟ چشم. هر جا میری سرک میکشی، قشنگ سر از کارش در میاره، بعدم میای به من میگه جلو بچه هم حرف نمیزنی. یه سوال فنی داشتم. باشه میگم، اگه یه لکه روی فرش بیفته از قیمتش کم میشه؟ بستگی داره چه فرشی باشه. یه فرش تو مایه‌های همین فرشه اینجا. چه لکه‌ای؟ گلاب براتون کار خرابی. من نه بچه. خب حالا کاریه که شده دیگه، بچه هست دیگه. حالا باید چی کار کرد؟ یعنی باید چجوری پاکش کرد؟ آقا جان، کار آسونی نیست، تخصصیه، باید بدینش به یک مرمتکار فرش. شما بزرگواری کنید، من راهنمایی بکنید، من خودم شخصا پاکش میکنم. پاش برو کتاب خونه. گفتی سواد داری دیگه، کتابشو بخون، اینقدر مزاحم من نشو. نه دست شما درد نکنه. ببخشید نگفتید من چه کتابی رو بگیرم. کتاب هنر آشپزی و نگهداری فرش‌های آلوده. لطف کنید، کتاب هنر آشپزی و نگهداری از فرش‌های آلوده. عرض کردم کتاب هنر آشپزی و نگهداری از فرش‌های آلوده لطفا. ترک نیستم، شنیدم. پس لطف کنید برید بیارید. برو آقا جون، برو با همقدر خودت شوخی کن. دست شما درد نکنه. واقعا از این کتابی که به معرفی کردید لذت ببرم. فقط تنها چیزی که بود، من نتونستم مشکل خودمو با این کتاب حل کنم. اگه کتاب دیگه‌ای تو ذهنتون دارید، اونو به من معرفی بکنید، من مشکلمو باهاش حل بکنم. آره ببینید، کتاب نگهداری از فرش‌های نفیس جلد سوم صفحه 223، اون وسط صفحه نوشته که لکه‌های حاصل از ادرار و این همه این چیزا دیگه. برو. بعد وقت بچه و بزرگسال نداره به دلیل اختلاف اسید و اوره و آمونیاک.
برو. لطف کنید کتاب نگهداری از فرش‌های نفیس جلد 3 صفحه 200. یه لحظه یه لحظه یه سوال داشتم. تو کار و زندگی نداری؟ چرا؟ تو خودت خار مادر محترم نداری؟ چرا؟ ولی خب یه سوال فنی هم داشتم. سوال یکی میشه، سوال دوتا میشه. من اینجا آبرو دارم، آقا چی میخوای از جون من؟ خیلی خب، قول میدم دیگه سوال آخرم باشه. ببینید اینجا ننوشته برای پاک کردن کار خرابی بچه از روی فرش از چه مواد و متریالی میشه استفاده کنه. نه نه، اینجا نوشته میشه پاک. تو این سفر رو پاره کردی؟ من پاره نکردم که، این خانم کتابخونه داره پاره کرد، بعدم به صورت امانت داد به من، گفتش کارتو که انجام دادی بردو بیا پسمون بده. ولی اصلا ول کن اون خانم رو، چیکار داری بهمون؟ من فقط نمیدونم این موادی که اینجا نوشته برای پاک کردن کار خرابی بچه از روی فرش به درد زمینه لاکی میخوره یا به درد زمینه فیروزه با گلای صورتی هم میخوره. اینو بسیار خوب، شما اجازه بدید من الان میگم که دوستان بیان خدمتتون کاملا توضیح بدن. عزیزان راست میگم خدمتتون، فقط باشین اینجا. زمینه فیروزه‌ای با گلای صورتی، باغ بهشته. خانم من زن بچه دارم، فردا دادگاه و دادسرکشی داریم. آخه تو رو من خواهش کردم عجب گرفتاری شدیم مثلا این راه رو اومدیم ما. اشلون بیا دایی. نه اشلون که بزغاله، اشلون که دیگه گرد صابونه. دایی فرقی نمیکنه، همونو بزن. تو چه ربطی داره بزنی؟ برید بیرون تو حیاط ببینم. یالا بودو ببینم زود زود. چه خبر؟ آبجه این بدتر شد قربون نست، بپر اون سشوار تو مردو بیار. سشوارمون سوخت. گفتم چه خبر؟ خبر؟ خبر بدبختی، خبر خاک تو سری من. خاک تو سری تو که خبر جدیدی نیست. میخوام ببینم من موزه فرش چه خبر. موزه فرش؟ موزه فرش کجاست؟ دروغ میگه، دروغ میگه. به خدا من خودم دیدم، رفت موزه فرش اون ساختمون گنده سر فاطمه. بله آقا فیروز، با همه بله، با ما هم آره. ببینم اصلا ماجرا چیه تو انقدر دور و ور این فش جلز ولز میکنی، عین نخود برشته بالا پایین میپری؟ تو که تا دیروز اصلا عین خیالت نبود ما میمردیمم، حالا محبتت قلمبه شده و من تو خونه من تکونم نمیخوری؟ قلمبه؟ خانم یکی رو خیلی خوب اومدین. نه جون کمال، من گفتم ما که این فرش رو اووردیم چش روش این واسه جیگر، حالا کثیفش کرده اینجوری بده، به خاطر همینم هم رفتم موزه فرش که ببینم چجوری تمیزش کنیم. از اون نظر آخه چه برادر مهربونی دارم من،
پس اصلا دیگه بی خیال فرش واسه چی انقدر خودتو اذیت میکنی؟ تو که این فرشو چش روشنی آوردی واسه جیگر، منم که واسه جهیزیش نمیخوام. ایشالا تو این تیکه ماه من بزرگ میشه ما 100 تا فرش از این بهتر خریدیم، از این به بعد میندازیمش زیر جیگر، اینم شکمش روون، هر کاری دلش خواست رو این فرش میکنه، بقیه فرشم هم سالم میمونه، دیگه جیگر رو نمیبندم. خوبه؟ نه جونه ننه فیروزه نه. ببین فیروز، تا این بچه گیت انقدر کتکت نزدم که زبونت یه وریت دهنت بیفته بیرون، این بچه آدم خودت بگو چه کلکی تو کارته. شنیدی چی گفت؟ گفت زبون باز کن، زبون بسه. ببینم تو اصلا چه کاره ای؟ تو کار زندگی نداری رمده من را میافتی؟ یه بار مسافرت بکش فیروز. تشریف میبریم؟ نه، فقط احساس کنم یه مقدار تو اکسیژن کم بود، نفسم گرفت، گفتم بیام بیرون یه مقدار هوا بخورم. آره خب، هواخوری واسهت خوبه، شاید باعث شون مغز پوکت یه نموره به کار بیفته. حرف دهنتو بفهم. حرف نزن. تو چی فکر کردی؟ تو فکر کردی من واسه چی 2 سال عمر و جوونی و زندگیمو تلف کردم تا بتونم جفت اون فرشو ببافم؟ واقع بهشتو میگم. خب معلومه واسه نمره دانشگاه دیگه. نمره دانشگاه نه، یه نمره ارزش 2 سال جون کندن رو نداره بچه. نه، میخواستم مال من باشه، فقط مال خودم. 2 سال تموم پدر خودم رو درآوردم، هاپ تمام کارمندای موزه رو دزدیدم تا بتونم یه فرصت مناسب پیدا کنم جای 2 تا فرش رو با هم عوض کنم. همه چی داشت رله پیش میرفت که یهو سرکله آقای سرقمی پیدا شد و زد تو کاسه کوزمون. سرقمی چیه؟ دزد 100 تومانی. چجوری فرشو بردی؟ واقعا نمیدونم، اما میدونم که بهش گند زدی. من نه، بچه آبجی بیروزه گند زد. حالا هر کی، الان مهم اینه که یه فرش 10 رقمی به اون عظمت و یه دزد 3 رقمی به گند کشیده. حالا اینم هیچی، بدبختی اینجاست که تو نمیدونی چجوری باید پاکش کنی. آره به جون عزیزت، یعنی اصلا دیگه دارم قاطی میکنم، یعنی هر کاری میکنم این لکه پاک بشه، پاک که نمیشه هیچی، هی داره پر رنگتر میشه. خب همینه، آخه کار تو نیست، کار منه. چی کار تو؟ از بین بردن لکه رو میگم دیگه. ولی هوا برد نداره، شرط داره، 50-50. شما هم این کاره یا؟ خیلی ببخشید آقا فیروز، راجع به شما چیزی نگفته بودن، شما خانومه؟ بله ایشون خانومه. من خالقی هستم، نازی خالقی. خالقی هستن نازی خانم. ماما بابا گفت واسه تو یه زندایی چای بیاریم. گم شو برو تو اتاق ببینم. زندایی؟ کمالم عقلش پاره سنگ برمیداره والا. خودش آخه یادش رفته 2 سال تموم دم خونه ما این سگ لنگ واق واق کرد تا منو دادیم بهش. نه چک زدیم نه چون عروس خانم تشریف آوردن تو خونه. حالا تو چرا ترش کردی؟ دختره که به نظر من بد نمیاد. مامان جون، دختری که پاشه با پای خودش بیاد تو خونه بزن لابد عیب و ایراد چیزی داره دیگه، اونم دخترای این دور و زمونه. واه واه واه، از حالا خواهر شربازی در نیاری یا بفرما این طور خدا ناقابله. ببخشید نازی خان، من بیادبی نکنم، میخواستم بپرسم شما دماغتون رو عمل کردین؟ بله، اصلا انحراف داشت، عمل کردم. مشکلی داره؟ وا، اصلا معلوم نیست. بیا، دیدی گفتم یه چیزش میشه، خودش داره میگه انحراف داشتم. خدا مرگم بده. ماما
بابی مامی قربونت بره، پاشو برو پیش داییت بشین. باش. جونم قند عسلم. بخور بخور. میگم سرکار خانم نازی خانم، شما این جیگر مامان رو دیدین؟ جیگر؟ آپا دقت نکردین، تشریف بیارید یه لحظه. بیا دیگه. کجا؟ بیا. جونم خانم تو رو خدا بگید ماشاءالله. ماشاءالله. خدا خدا. کسه نگاه. چیه خانم؟ جونم جونم، بچه هم زله ترک شد، منم شیرم خوش شد، این چه کاری کردی؟ چی شد؟ چرا قاطی کردی؟ خب بچه هست دیگه، عقلش که نمیرسه. میراث فرهنگی رو انداختی زیر پای یه بچه که دم به ساعت خودش رو خراب میکنه. طلبکارم هستی؟ ببین چه بلایی رفته سر باغ بهشت من آورده. خب چه کم روش پیدا کرده؟ شما میگه چی کار کنیم؟ بچه شکم روش پیدا کرده خواهر جون. چی؟ شیش تا شکم زاییده این زن هنوز نمیدونه فرش نازنین پتو نیست که اینجوری ملوفش کنه. سوراخ سوراخ کرد اون بدبخت مادر مرده رو. الان وقت این حرفا نیست، الان باید ببینیم چی کار بکنیم که درستش کنیم. میخوام هنرتو نشون بدی، ببینم خالی بستی یا نه واقعا این کاره ای. تا فردا صبح، فقط تا فردا صبح وقت داری فرش رو بیاری موزه تحویل بدی، وگرنه چنان هنر نمایی میکنم که تا آخر عمرت گوشه زندون بشینی حالشو ببری. خور شدی؟ جا زدی یا میخوای تناخوری کنی؟ ببین اگر تا همین الان پلیس خبر نکردم، فقط به خاطر اینکه من معتقدم تو زندگی زناشویی اصل تفاهمه. زن و شوهر خودشون بعد مشکلاتشون رو حل کنن دیگه. بله فردا صبح دم موزه منتظرتم، صبر میکنم تا بیای با فرش، بعد با هم میریم تو، فرش رو میذاریم سر جاش، قائله ختم و تمام. دیر نکن که قاطی میکنم. الانم میری داروخانه یه قرص میخری میدی اون خواهرزاده جلوش کم روششو بگیره. میترسم تا فردا صبح چیزی دیگه از اون فرش باغ بهشت من باقی نمونه. ببین چه بلایی سر اومد. ای نامرد، دیدی چه رو دستی به ما زد؟ بر چی فرش رو دردزدی کردی؟ همه فرش سلاخ سلاخ شده شده این جیگر زلیخا. خب چی میدونم، گفتم لابد اینجوری مثلا سالم تر میمونه. فیروز بهت گفته باشم این فکر از سرت به در میکنی که بخوای این دختره رو بگیری؟ یا شیرم رو بهت حلال نمی کنم. یعنی این که یه جوری ازت نمیگذرم من. حالا داداش این مثلا ما چقدر میتونیم روش حساب کنیم؟ بالاخره گرفتاریم، سهم ما چقدر از این فرشه؟ بله سهمتون، سهم چیچیتون. دکی هنوی چی نشده زدی زیرش؟ مگه قرار نبود یه دونه تاکسی صفر برای من بگیره؟ من که با این چیزا با این سنارسشه یا راضی نمیشم. این فرش مال مردمم نبوده که کسی چشش دنبالش باشه، این فرش مال جیگر مامانه. خیلی خب، نمیخواد از حالا چرت که بندازید، برو بشین دعا کن با این متلکایی که به اون نازی خانم انداخته باشی کار دستمون نده. راست میگه ها، نکنه تو الان رفته باشه لومون داده باشه. غلط کرده دختر، دماغ عمل کرده. تازه خودش که گفت قبلا انحراف داشته است. دایی 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 دم در کارت دارن.
دست درد نکنه. حیف اون همه زحمتی که من واسه تو کشتم. سرکار با این بچه رو بی پدر بزرگ کرده. اینجوری جواب زحمتای منو دادی؟ الهی که بمیری که آب روی منو تو محل بردی. سرکار به جدت قسم ما این بچه ها رو با نون حلال بزرگ کردیم. ما اصلا روحمون هم خبر نداشت که این فرش دزدیه. اصلا نمیدونیم خدا ما چی محل آبرو داره. چی داری میگی فیروزه؟ ای فرش دزدی کدومه؟ بیبر کنار ببینم. بخشید آقا این کی باشن؟ سروان جمالی، مأمور اداره بانی. ببینم فیروزیزا تویی؟ نه نه دروغ میگه سرکار، خودشه. کسی از تو سوال پرسید فوری فوزوری بکنید دهن لق. سرکار بخشید چنین همچی میکنید؟ چنین 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 آقا بسر. بله فرش کجاست؟ آقا فرش همین تو اتاقه. فرش خودم میارم تقدیم برادران نیرو انتظامی میکنم. آقا به خدا ما مشغول و زمه ایم اگه منو این مرد میدونستیم این فرد دزدیه. بله ما اصلا از اول خبر نداشتیم. بله اومد با گردانی کچ بایزاد کن من این فرش آمونم چش روشنی واسه بچه دون. آقا من خیلی سرم یکی دیگه هم زاییدم آخریشه. جیگر مامانو میگه کمال. آقا به خدا آخه ما انقدر مردمون ساده هستیم، انقدر زود گول میخوریم. گولشو خوردیم بکردیم آبجیشو دوست داره، نمیدونستیم میخواد این کنه. الهی چسته جیگر بزنی که با آبجی اینجوری کردی. خجالت بکش دزده. خاک به سرم، خیلی صدا کردیم الان آبرومو میره. تو رو خدا تشریف بیاره تو. آخه ما خیلی مزین شدیم امروز شما آمدی. یه قندی چایی چیزی میل کن. خوش آمدی. میگم فیروزه خانم واقعا شانس آوردیم و رفتن و خدا به خیر کنه. نه نه مردم اینقدر ترسو بد میزدی تو دهنشون. کمال خیلی آدم فروشی. الهی بمیرم برای اون داداش مظلومم. الهی بمیر مگه من چشمم به اون فامیلای تو نیفته. میگن با زن جماعت نباید اطمینان کرد. ای تو اون روح پدرت نازه خانم. بایست دیگه بایست 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 تو محل زایه است. به جان خودم زایه است. باید ما کنیم دمت گرم. آقایی میکنم جبران میکنم جان خود. دمت گرم خیلی گوزی خیلی گوزی. باز کن باز کن نباز کن دست گلت درد نکنم خدا آقا. چی؟ چی؟ کجا برش من؟ آقا آقا خب تناوله رو شمردیم. یه میلیارد درست بود. میدونی من دوست ندارم که مدیون کسی باشم. نگاهشون کن نگاهشون دوتا آفتابه دوست ابلخ دوتا بچه پر رو. بلندشون بعد یه چهار کلم با هم صحبت کنم. ببینید آقا من با یه دزد فرهنگ سرقمی هیچ حرفی ندارم. هر کاری داری همینجا. اینجا نمیشه. چرا نمیشه؟ چی؟ چی؟ ای خب دوتی درست من دو سلام علیکم ببخشید. بره اگه بشه بریم یه جای خلوت. درست صحبت کن برم. نه منظورم اینه که بریم یه جایی دور از چهار تا چشم، دور از چشم عزیزان خسته نباشده حراست، بتونیم یه چهار کلم حرف حساب بزنیم. ببینم آقای شما مطمئن اینجا کسی به حرف ما گوش نمیده؟ بله خیالتون راحت بشه، اینا اصلا کاری به ما ندارن، دارن فکر میکنن. سلام خانم، چی میل دارید؟ من خب چی داریم؟ اسپرسو داریم، کاپیچینو داریم، فرانسه داریم، تورک داریم، سانشان هم داریم. بله خب من یک کپ میخوام، کپ وانیل لطفا. چشمم. منم همون شانساین همیشگی. بسیار
بله بله، داستان همین بود که گفتم. الان هم فرش دست شهباله. آها، اون وقت توقع دارید که من همه این داستانا رو باور کنم؟ خب بله، باید باور کنید. ببینید آقای، منی که میبینید اینجا نشستم، من خودم بچه همین. نگاه کنید، نگاه کنید، من یک سری اصول برای خودم دارم به اسم صداقت، چه اینجا باشه، چه زیر یک سقف باشه و چه توی زندگی زناشویی من باشه. الان دارن بلند فکر میکنن. ببینید آقای عزیز، قرار ما چی بود؟ قرار ما این بود که شما فرش رو بیارین. من هیچی نگفتم، تو همین الانم واقعا من ملاحظه خار مادره، ببخشید محترم شما رو کردم، اما خودت نخواستی. تا دو ساعت دیگه اگر فرش رو آوردین اینجا که هیچی، اصلا قاعده ختم، ولی اگر نیوردین من میدونم شما... یه لحظه اجازه بدید، یه لحظه اجازه بدید سرکار خانم صداقت در کلیه امور، دیگه من به چه زبونی باید خدمتتون عارض بشم؟ بابا جان میگه فرش دست من نیست. دو ساعت از همین الانم شروع شد. این ساعت منم آب رفته، خرابه دیگه، شما خودت ساعت رو داشته باش. بابا من که نمیفهمم تو چی میگه. کلان تر بیا ترجمه کن ببینم این چی میگه. میگه حیف این خانم محترم نیست که گیر سیزه افتاده. سیب سرخ و دست چلاق. سیب سرخ و دست چلاق هم این گفت؟ بله. قابل شما نداره. یه سانشان اینجا چیز دو، یه کاپیچونو 3500 تومان. کی ولت کردن؟ چرا لال شدی؟ حرف بزن ببینم چی شده؟ اونا مأمور نبودن، دوستای بی پدر مادر. اما کمال گفت از آگاهی هم. اون مردی که اگه عقل داشت دختر تو رو نمیگیره. شما برو فیلمتو نگاه کن. اطاعت کلک زدن، مخواستم فرش صاحب شم. کمال هم خام فرش دو دستی تقدیمشون کرد. مردی که بی بوده فقط بلده بچه پس بندازه. مگه این چه فرشه که واسه این بازی ها رو در میارن؟ باز زدی تو خاکی؟ چرا آدمی هرگش راه دور رو برمیگزیند؟ راه نزدیک، راه صداقت و از راه دور دروغ. کیه؟ کیه؟ فقط دروغه پدرت. تو نمیخوای دست از سر کچل آورداری نه؟ فرش رو میخواستی که با ناوردی گرفتش دیگه. دیگه چی از جنو من میخوای؟ ولم کن، دیوونم کردی. این چیه؟ گفتم این چیه؟ اده ولم کن بابا، احتم که فقط همین کار رو بلدی. فرش دیگه، فرش دیگه. کوری؟ این چیه؟ آها، این؟ این خب بیادبیه، بچه نوزاد چه توقعی داری؟ این فرش اینجوری بود؟ پس بالاخره زهر خودتو ریختی، ها؟ من نه، بچه ریخته. نکن، نگیری. تو هنوز منو نشناختی. همینه که این دختری که از تاکسی بیاده شد. ساندویچه بده من برو دنبالش. ساندویچه بده من بخورم. نمیدم. ببخشید آقای، اشتباه به عرض شما رسوندن.
بنده هرگز حاضر نیستم با دزدای بی سر و پایی مثل شما همکاری کنم. تو غلط میکنی. من چی میزنم تو دهنت که؟ این چه طرز برخورد با یه خانم محترمه؟ تو را سننم. تو چه کرچی؟ من خب زنمه. یعنی قرار بشه. من اجازه نمیدم با زنم اینجوری حرف بزنی ها. عجب، پس ایشون همسر شما؟ بله، یعنی نه، الان نه، وقتی قراره تهی فردا پس فردا بشه. نه، واردی که حالیش کنی، من با کسی شوخی ندارم. باشه، من درستش میکنم. من اصلا کلا کارم، تخصصم کار کردم با دوزای بی سرپای محترم و ایناست. فقط وسایل مهیا کنی. چشم. قلم این هست هر داری؟ دو میگه خودم هم موضوع میده با مزه تنی این که بدتر شد. بلدی یا لکه گفتی؟ ای خوب بولم نکن دیگه اینقدر. ای کار سپردی دست کار دون. بشی ساکت داشت ببین چی کار میکنم دیگه. ببین ببینم که بیروز تو واقعا جدی جدی میخوایی با من ازدواج کنی؟ یعنی رسمن از من خواستگاری کردی؟ من باید فکر کنم آنگی یه وقت گیره بردی این رو درستش کن تا کار دست من بش نکن کار تو بکن. بابا داریم درستش میکنیم دیگه آقای چیز پودر بده. یه چیزی چه غذایی دوست داری برات بپزم؟ فعلا که یه آشی برام پختی و جوانیم روش روغن وایساده. تو که بلد نبودی چرا خالی بستی؟ میتونی درستش کنی یا نه؟ ای به تو اون روحت من حالا چه خواهی که تو سرم کنم؟ چی شده؟ چه خبره؟ چی میخواستی بشه شوهرم؟ شوهرم نیست. شوهرت؟ شوهرت کیه؟ خب معلومه دیگه، شوهرم آقامون آقا فیروز. یعنی قرار بود تو یه دو سه روز آینده بشن ولی فرش کو؟ فرش؟ آقا گور پدر فرش؟ چیزی که زیاده فرش. من شوهرم از تو میخوام. این دو چلمن کیان استخدام کردی گرفتن خوابیدن؟ آقا موبایل ما هم نیست. خطم سر من. الو چطوری گنده بک؟ تربیت داشته باش بیچور. تا حالا به دیاد ندادن چطوری با یه بزرگتر حرف بزنی؟ کدوم گوری رفتی؟ هیچ، اومدیم یه ذره بیرون هوا خوری.
از احوالات فرش نیز اگر جویا باشید، الحمدلله خوبه. هر چه زودتر اون فرش رو پر کردون، وگرنه هر چی دیدی از... هیچ کاری نمیتونی بکنی قپی نیا. چرا؟ میتونم. اگه بازم میخوای همسر آیندت رو ببینی، مثل بچه آدم اون فرش رو بردار برگردون. همسر آینده کدومه؟ مرد حسابی، من یه چیزی همینجوری گفتم. نه خدا وکیلی، خودمونیم، خودت باشی. یه همچین فرشی رو با زن رو دوز میکنی. میبینی؟ بشناس زن کی داری میشی؟ میگه با خوشش. بده من بهم نه گوشی رو ببینم. الو فیروز، الو فیروز، خیلی پستی. چطور میتونی این خجالت نمیکشی؟ به تو هم میگن من؟ همه حرفات دروغ بود؟ این بود اون همه وعده وعیدی که به من میدادی فیروز؟ فیروز چطور تونستی با احساس یه دختر جوون مثل من بازی کنی؟ خیلی پستی فیروز، خیلی. برو ببینیم بابا، این دیوونم همه چیشو به خودش میگیره. قد شد؟ قد کرد. نه آنتن رفت. نه اونو من میشناسم. اون قد کرد. نه آنتن رفت. مثل این که سر عقل اومدی. به جون خودم یه ماه از سر دختر کم بشه. عروس مردو بیا سر سفره فرش تحویل بگی. باز چی موش و گربه بازی میخوای در بیاری؟ موش و گربه بازی چی؟ کلی مهمون دعوت کردیم، آبرومون میره. خصوصی زدن نیستش که ما رسممون آقا، عروس دامادایی ما قبل هم دو کلوم با هم دیگه حرف میزنم. اینو درست میگه دیگه، از قبلی گفتن گربه رو کجا میکشن دم حسنه. اینا خیلی بده بردار. کلکی تو کارت نباشه. فکر نکنی من اونقدر ابلهم که با پای خودم میام تو کله. بابا غلامت مهمون ماست، شما غلامو میگم. اگه دست از پا خطا کنی که منو اگه ممکنه اینکو ملش کن. مگه من نمیبینی؟ نه کوری؟ آره. خب بس نمیخواد اصلا منو ببینی، فقط گوش بده ببین چی دارم بگی. خب حواستو جمع کن، گیج بازی در نیاری. خب ببین، فقط شما یه کار میکنی وقتی عاقد خود به عقد خون، شما چی کار میکنی؟ فقط میگی نه. خب و
وقتی گفتی نه، ننه و فیروزه و کمال قاطی میکنن، دعوا میشه، ما از فرصت سوء استفاده میکنیم، فرشو برمیداریم در میریم. وای بابا شما دیگه کی هستی؟ نقشتون بیسته خیلی. فقط من چرا باید بگم نه؟ واقعا من میخوام بگم بله. بجازه بزرگترم شما باید بگید نه که به مثلا خانواده ما بر بخوره. نه دیگه ببینید آقا فیروز، من آدم این جنگولک بازی ها نیستم. تو زندگی هیچ چیز مهمتر از صداقت و روراستی نیست. بالاخره خانواده شما باید بدونن من خودم با رضایت کامل اومدم اینجا دیگه. بی‌معرفتیه دیگه. خب بریم دیگه، مهمونا حالا منتظرن. چادرم رو خیلی کجا بریم؟ مگه شما اون فرش رو نمیخواید؟ بابا من عاشق اون فرشم ولی الان ولی نداره دیگه. پس این حرفایی که بهتون میزنم خوب گوش کنید دیگه. همه رو موقع ما انجام بشه. شیر فهم شد. بله چشم. 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 هر چی شما بگید. بتره که چشم حسود و بخیل، ایشالله که خوشبخشن شوار مرده و دو بختم تو اتاق نباشه لطفاً. دوختم زبون مادر زن، دوختم زبون خواهر زن، دوختم زبون تمام فامیلای زن و از دم. حاج آقا بفرمید، خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. از قدیم و ندیم گفتن آقا جون مرد بدون زن نمیتونه زندگی فرش کنه. فرش کجاست؟ زنم بدون مرد فرش. هزار جور گرفتاری میاره دیگه. من خیلی هاشون نمیدونم چی به چیه، ولی میگن همین کمی که تنها آدم میشه فساد میاره. همین احتیاط، همین احتیاط مال همین انفاس. واسه همین میگن مربولک بله دیر میشه. حالا بریم سر اصل مطلب. سرکار خانوم نازی چیزه، نازی خالقی هستم. نازی خالقی. بارکلا دخترم. بله سرکار خانوم نازی خالقی، عرض کردم دوست داری زن این فیروز 13 ببخشید ببخشید این آقا فیروز خودمون بشی؟ ببین مهریت هم همون تخت فرشی که کار سفره عقل رو انجام میده و سلام نامه تمام. حالا دیگه سر نخورون، خودت میدونی زنش میشی؟ عروس رفته گل بچینه. داری واسه خود حال میکنی ها؟ مزخرف نگو، حواستم پرت میشه. آخه به تو هم میگم پدر، اصلا خبر داری اینجا نشستی داری صفا میکنی عروسی آقا پسرته؟ عروسی پسر من؟ بله آقا فیروز. کجا؟ معلومه خونه همشیره شون. حتی ما هم دعوت بودیم ولی پذیرایی از شما واجب تره. اینجا؟ ها؟ جونم بوده حالشه ببر. خانم محترم اگه گلاتو چیدی عروس خانومو میگم، گلابت هم گرفتی، تکلیف ما رو بالغتن روشن کن. ما دو سه تا مجلس دیگه داریم بعد به اونم برسیم، دیر میشه، صداشون در میاد. اگه واقعا ببین به دلت هست که زن این بابا بشی، از الان هم گفته باشم این بابا آدم همینه، هرچی همینه. حاضری زنش بشی یا نه؟ عروس خانم رفتن گلاب بیارن. ببین عروس خانم شب شد، کار زندگی داریم. اگه همه کاراتو کردی دیگه قرفر دیگه ای نمونده، واسه بار آخر میخوام سوال کنم. بپرسم جونو ننت؟ ها صدات نیومد. بپرسم جونو ننت؟ بگو نه. حاضری؟ بله بله بله. اجازه پدر مادر من بعدن میگیرم. منم وزید چی جونو باور خانوادگی ما بازیم کنی؟ خجالت نمیکشی؟ این خانم کی گفتن نه؟ گفتن بله، بله از این بهتر. خواهش میکنم شما ماسمالی نکنیم، بند خودم اینجا وایساده بودم که گفتش نه. نه من گفتم بله. گفتن بله ولی معلوم بود تای دلشون صاف نبود. مزخرف چرا میگی آقا؟ جناب علی صافکارین؟ آقا من اصلا احساس میکنم هنوز با هم تفاهم نداریم. بله آقا اینا با هم تفاهم ندارن، زندگیشون نمیشه. خانم محترم شما هم دیگه دارین بهونه میگیرین ها. ای بابا سگ صاحبشو گم میکنه، سر صدا چرا راه انداختید؟ امضا بد کنید. تو منو دست انداختی؟ نه بابا. با من بازی میکنی؟ وقتی جسد بابا تو رو انداختم جلو اون وقت مثل سگ پشیمون میشی. بد نشون میدم. تو میخوای عروسی پسر منو به هم بزنی؟ تو حالا کجا بودی؟ تموشا کن کجا بودم. تو اینجا چی کار میکنی؟ حالش رو ببر. آقای ما رو میزنی؟ نه باشت باشت بینا نه باشت 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 با
سرینم عروس گلم کو فرش 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 ها برد فرش مگه دیگه به هم نرسیم خرمگس دیلا بلش کن بازمه چک فرش یلا آخش ولی پیروز بعد یه مدت یه گردگیری حسابی کردیم و جگرم حال اومد بده بچم خانم خوشت اومد چیزی دمار از روزگارشون در بردم نه باباش همش کتک خورد جانم خوشت اومد شاکار کرده آفری بلاخره کار خوبی کردیم ترسوندی منو قلبم بایزاره فرش کو فرش فرش خب تو موزه است دیگه یعنی در واقع همون جایی که باید باشه راستی مسئولین موزه خیلی از تو یعنی در واقع اون انسان خیر گمنامی که فرش آورده به موزه تحویل داده تقدیر و تشکر ویژه کردن واقعا تو بدون که خودت بفهمی به فرهنگ و تاریخ این مملکت خدمت بزرگی کردی من واقعا به تو افتخار میکنم از صمیم قلب خب دیگه حالا بریم بریم کجا؟ خب معلومه دیگه کم کم بریم سر خونه زندگیمون دیگه یعنی بریم آشیانه این هم بسازیم همه رو بابا تو رسمم هست این که یه تختت کمه خونه زندگی چی؟ آشیونه؟ بابا ولم کن دیگه دیوونم کردی؟ فیروز؟ فیروز من زنتم عرفن و شرعن زن تو هم خودتو زدی به اون را یا اینکه بابا ما رو دیروز مثل اینکه عقد عقد کرد با هم دیگه زن و شوهر مشترکیم دیگه بله عقد یعقوب چلاق رو میگی بابا اون مالخره اون حرف زدن معمولیش هم بلد نیست چه برسه عقد بخونه نه اتفاقا خیلی هم به نظر من قشنگ خوند ببین من این حرفا حالیم نیستا از الان بگم بخوای اتوار بریزی جنگولک بازی در بیاری مهریم رو میذارم اجرا تعارف هم ندارم ساعت دیگه نگهبون عوض میشن اون وقت عملیات رد و برق دو رو شروع میکنیم ساعتاتون هم تنظیم کنیم خدا لعنتت کنه پسر